توی این ویدیو میخوام بهت یاد بدم چطور مفترین سهمای بازار رو پیدا کنی. از ده ها روش تحلیل بنیادی، یکی از مهمترین روش ها ارزش ذاتی بر مبنای پی بر ای هست. پی بر ای چیه؟ پرایس تقسیم بر ای پی اس یا ارنینگ. پرایس که خب قیمت سهمه و ای پی اس در واقع همون سود تقسیمی بعد از مجمع عادی سالیانه هر سهامه. حالا این نسبت پی بر ای به چه درد ما خوره؟ در هر کشوری، هر صنعت یا هر سهامی اگر پی بعد از مجمع عادی سالی بر یه بانک اون کشور باشه، یعنی صنعت بسیار ارزشمنده و بسیار سودده هستش. ما هم میتونیم با این معیار سهم‌های خوب رو پیدا بکنیم. پی بر یه بانک ما چنده؟ پرایس اگه 1000 تومن توی بانک بذاری یک سال دیگه 18% بهت سود میده، یعنی 180 تومن. پس 1000 رو تقسیم بر 180 میکنی و میشه 5.5. پی بر ای بانک ما 5.5. سهامی که پیدا میکنی هر چقدر پی بر ایش کمتر از بانک باشه یا نزدیک به بانک باشه، بسیار بسیار سهام ارزشمند و سوددهیه. یعنی در طی یک سال سود بانکی رو داره به شما میده، علاوه بر این که قیمت سهامش هم رشد میکنه، پس قطعاً سوددهتر از بانک میشه. لذا در تمام کشورها چنین صنعتهایی و چنین سهمهایی بسیار بسیار ارزشمنده. حالا ما میخواییم شرکت هایی که در بورس ایران هستن و پی بر ای نزدیک بانک دارن پیدا بکنیم. باید چه کاری انجام بدیم؟ با استفاده از فیلتر نویسی میتونید این سهم ها رو پیدا بکنید و روشون تحلیل بنیادی انجام بدید. بریم با هم دیگه روی تابلو تا قسمت فیلتر نویسی رو بهتون نشون بدم. خب دوست عزیز، برای اینکه به قسمت فیلتر نویسی مراجعه بکنی باید این قسمت دیدبان بازار رو بزنی و بعد از اومدن توی این قسمت فیلتر رو کلیک بکنی. اینجا باید یه فیلتر جدید برای خودت ایجاد بکنی. من نامشو گذاشتم پی بر ای و اینجا نوشتم فیلترشو پرانتز پی ای پرانتز بسته بزرگتر از، یعنی پی بر ای های بزرگتر از یک و همچنین پی بر ای های کوچکتر از 10 رو به من نشون بده. ثبت رو میزنم و اینجا پی بر ای های بین 1 تا عدد 9 رو به من نشون بده. من میگم این قسمت میگم که پی بر ای ها رو برام از کوچیک به بزرگ فیلتر بکن. در این قسمت میبینید مثلا سهم پترول پایین ترین پی بر ای رو داره، 2.7. یعنی چی؟ یعنی که بسیار بسیار ارزشمنده و تا زمانی که به پی بر ای بانک برسه به شدت میتونه برای خرید بلند مدت مناسب باشه. همچنین سهمای پایینی که شما میبینید این پایین هستن و پی بر ای پایینی دارن. خیلی از این سهم‌ها سرمایه گذاری هستن، اما اگر این سهم‌ها فلزی، پتروشیمی یا سهم‌هایی باشن که غیر سرمایه گذاری باشن ارزش بیشتری دارن و برای خرید بلند مدت ارزشمند هستن. ببینید اینجا سهم پترول 2.7، پس میتونیم بگیم که ارزشمنده و از منظر تحلیل بنیادی وضعیت خوبی داره. همچنین مثلا سرمایه‌گذاری سبا خوب هستش، 5 پی بریش. حالا میخوام یه نکته خیلی مهم بگم که در واقع تخمین ارزش ذاتی بر مبنای ای پی اس هستش. شما پی بر ای بانک رو که 5.5 ضرب در ای پی اس سهم بکن و بهت یک قیمتی میده. اگه قیمتت زیر اون عدد هست، الان قیمت فعلی سهم زیر اون عدد در میاد، شرایط بنیادی بسیار خوبی داره اون سهم. به طور مثال پترول الان در واقع ای پی اسش 460 تومنه. 460 تومن رو ضرب در 5.5 کنیم بچه ها چقدر میشه؟ ضرب در 460 میشه 2500 تومن. قیمت سهم پترول الان 1200 تومنه و تا 2500 تومن راه زیادی داره، پس میتونیم بگیم که یک سهم بنیادی محسوب میشه. امیدوارم از این ویدیو استفاده کرده باشی. اگر من رو فالو نداری همین الان فالو کن، کامنت و لایک هم یادت نره. موفق و پرروزی باشی.